تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می‌کند. زیبا و متفاوت لوندویل. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان شبکه تیوی پلاس. برنامه سانسورچی در خدمت یکی از محبوب ترین چهره های تلویزیونی هستیم، یک شخصی که همه ما باهاش خاطرات جالبی داریم و در روزهای خاطر انگیز و هیجان انگیز و روزهای بسیار احساسی برای مردم یک نقش بسیار مهمی داشته. جناب آقای جواد خیابانی عزیزم، سلامت باشین. خیلی ممنونم، خوشحالم، تشکر میکنم از شما. سلامت باشین، خیلی ممنونم. بفرمایید. سلام میکنم خدمت بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس. من خودم هستم، جواد خیابانی، در اختیار شما. سلامت، خیلی خوش اومدین. سلامت باشین، خیلی ممنون. خوب خوش باشید. سلامتی شما. خیلی خوشحالیم که به هر حال در کنار شما هستیم. ما کلا چه خبر؟ اگه از نظر ورزشی بخوایم بگیم، تازه دربی تموم شده، دو مساوی شده، اوضاع آرومه. تیم ملی فوتبال رو بخواید، مربیش انتخاب شده، اوضاع آرومه. درست. شرایط کشورم که امیدواریم که بهتر بشه. بهتر بشه. خدمتتون عرض کنم دربی رو چطور دیدی؟ با دو تا چشم. عزیزا. کلاً نظرتون چی بود در مورد دربی؟ خوب بود، بازی خوبی در اومد و خوشبختانه میدونید به نظر من دیگه رفته رفته جوونا فوتبالیستا رو عرض میکنن و تماشاچی ها دارن یاد میگیرن که باید به همه چیز احترام بذارن و به داور احترام بذارن، به تماشاچی احترام بذارن، تماشاچی به داور احترام بذاره، تماشاچی به بازیکن احترام بذاره، بازیکن به مربی، همه داره. به نظر من داره شرایط بهتری حاکم میشه، هنوز ایدئال نیست. امیدوارم که من از نظر رفتاری، از نظر انضباط اجتماعی و اون نگاه جامعه شناختانه میگم که امیدوارم که شرایط، وگرنه حالا نظر تاکتیک و فن و فوتبال که خب همیشه دیگه دیدیم و احساسم کردیم که زیادم متفاوت نیست، و نظر رفتاری بعقیده من مردم ایران مستحق رفتار بهتری از طرف ورزشکاراشون، بازیکناشون و مربیانشون هستن تا با آرامش بیشتری بتونن یه مسابقه فوتبال رو نگاه بکنن. درست. خیلی برای من این جالب بوده، همیشه خودم به عنوان کسی که جز علاقمندای به فوتبال هستم، شما همیشه تاکید داشتین چه در حین گزارش چه در واقع بعد از گزارشاتون تو تحلیلاتون بحث اخلاق گرایی رو. اینکه حالا شما معلم بودین؟ الانم هستم. الانم هستین. به به. یعنی هم درس میخونم هم درس میدم، هم معلمم هم معلمم. میشه بگین در واقع چون خیلی شاید ندونن در واقع خب من الان کجا تدریس میکنین و چه دانشگاه علمی کاربردی تدریس میکنم؟ بله. و دیگه دارم چه درس چه رشته ای؟ رشته فنی، نقشه کشی صنعتی، کاربرد علم در یه جورایی مثلا میشه گفت همون حساب فنی، رسم فنی یا درس فنی دوران هنرستان. درست. الان در رده های بالاتر مثلا تو دانشگاه بهش میگیم درس فنی، مثلا شده در کاربرد مواد مثلا در صنعت، یا همون رسم فنی شده نقشه کشی صنعتی. تو رشته‌تون هم همین بود؟ یکی از مدارکی که اون دوران اولی که در دهه 60 خوندم خب ریختگری بود دیگه. چند تا مدرک شما دارین؟ سوال دیگه زیاد مهم نیست. نه چرا، به هر حال جالبه. برای خیلی دوست دارم اصلا درس خونه، دوست دارم الان که دارم پایان‌نامه می‌گذرونم احتمالاً اینا تموم بشه و بگذرونم اگر نمرش بگیرم، بعدش میخوام برم مثلا توی روانشناسی درس بخونم. به به، چه جالب. چیزهای مختلف، جامعه شناسی، فیزیولوژی، ریختگری، چیزهای مختلفی رو دوست دارم که نه اصلا به خاطر مدرکش هم نیست واقعا، فقط دوست دارم که کلاس باشم و یاد بگیرم. اصلا واقعا مدرکش مهم نیست. درست. خب این بخش جناب آقای جواد خیابانی رو خب خیلی از مردم ندیدن، نمیدونم، و خیلی خوبه. چرا در مورد شده؟ خب من برای مردم درس میخونم، برای خودم میخونم. آره، ولی خب به هر حال یه بخش عمده شما برای مردم هستین. همین که یک شغلی رو انتخاب کردین، تعمیمش میدیم به کل جامعه، به هر حال دوست دارن. آقا شما دوستداران بسیار زیاد دارین، ما هم که کلی خاطرات خوب داریم با گزارش‌های شما. یعنی اگه شرایط فیزیکی اجازه میداد، چون خب به هر حال شرایط فیزیکی اجازه میداد، حتما میرفتم تو کلاس‌های مربیگری هم شرکت میکردم. نه به عنوان اینکه مربی بشم، نه، فقط به خاطر اینکه آموزش ببینم و بتونم فن فوتبال رو و اصل فوتبال رو یه جور دیگه یاد بگیرم. درست. در ضمن تبریک هم میگم، ماشاءالله خیلی خوب کردی. مثلا اولش که شما رو دیدم تو ماشین خیلی تعجب. اگه چند سال پیش بود تو این صندلی جامون نمیشدم. تو این بکار جالبی که من خودم برای اولین باری که میبینم، ماشاءالله تو همین نیم وجب جام 4 تا دوربین و امکانات خوبه. آره.
شاید که خدا بهتون سلامتی بده و همیشه شاد باشین. همینه واقعا، میدونی بهترین آرزو برای همه مردم ایران همینه. بله. امیدوارم که همه سلامت باشن. بله. چون میدونی دادم وقتی که سوزن میره تو این نوک انگشت، شدم چه جوری درد میکشه. شما فکر کنید که الان مریضایی هستن که تو بیمارستان خوابیدن، شاید خیلی هاشون بیماری لاعلاج دارن. امیدواریم که حتی اونهایی که بیماری لاعلاج دارن هم یه روزی علاج بشن، یه روزی شفا پیدا بکنن ان شاء الله. سلامت باشید. خدمت گل شما عرض کنم جناب خیابانی، شما در سینما در واقع یک اصطلاحی هست میگن فیلم ساز مؤلف، بازیگر مؤلف. شما یک گزارشگر مؤلف هستین با نوع گزارشاتون، و خیلی جالبه این دقیقاً شبیه به یک بازیکن فوتبال یا یک مربی که انگار یک روز موفق داره یا یک روزی که یه مقدار کم فروختر هست. این روندی که به هر حال بالا پایین میشه هر آدمی، حداقل این رو مردم در واقع رو شما نظر دارن. اینکه به هر حال یه وقتایی من یادمه که مردم میگفتن که اگر این بازی ملی رو آقای خیابانی گزارش کنه برای ما خوشیومه. به هر حال ما به یه همچین چیزهایی هم اعتقاد داریم. این در واقع شاید شروعش از زمان بازی ایران استرالیا در واقع شروع میشه که شما با اون گزارش خیلی جذاب واقعا رویایی یک خاطره ای رو و یک تصویری رو تو ذهن مردم ساختید که بعدش انگار شبیه به یک فیلم های وسترن قهرمان میخواد بیاد، نریشن گفته میشه، آنونس گفته میشه، تصویری که از قهرمانهای اون بازی شما ساختیم با اون مدل گزارش و اون چیزایی که اون لحظه به ذهنتون رسید خیلی برای من جالب بود. این به هر حال از یک جایی برمیگره. من حدسم اینه که شما با توجه به اینکه به هر حال مدرک تحصیلی هم به هر حال دارین، نوع تدریستون خیلی اهل مطالعه هستین، این واژگان دایره لغات شما چی میشه که در اون سال اگه اشتباه نکنم 76 بود، 8 آذر 76 ما رفتیم، بله 22 سال پیش، یک لقبی رو میدین که مثلا اگر ژورنالیست های خارج از در واقع کشور تو اروپا به آقای مورینیو میگن آقای خاص، شما به خداداد عزیزی میگین غزال تیزپا. خیلی اینا جذابه. به هر حال اینو دیگه انقدر در واقع عمومیت پیدا کرد، اینا از کجا میاد؟ میدونید بداهه‌گویی خودش خیلی اثر میتونه بذاره. البته این که من میرفتم سر کلاس تدریس میکردم، میرفتم مدرسه، خب تو کرج تدریس کردم، تهران تدریس کردم، تبریز تدریس کردم، بندرعباس تدریس کردم، معلم بودم، ناظم مدرسه بودم، معاون آموزشی مدرسه بودم، بعد توی دانشگاه تدریس کردم. اینا میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه بتونم به قول شما با واژگان متفاوتی در هر گزارش رفتار خودمو یا اون چیزی که دو ذهن خودم هست و یه جورایی نماد بدم و بتونم همزادپنداری طرف مقابل خودم رو یا مخاطب خودم رو جذب بکنم. و این بداهه‌گویی خیلی کمک کرد. بداهه‌گویی هم از چی در میاد؟ بداهه‌گویی از این در میاد که همیشه تو دل جماعت باشی، توی جامعه باشی دیگه. بله. با جامعه زندگی بکنی. وقتی که با جامعه زندگی میکنی طبیعیه که حرف دل اونها رو میفهمی. با توجه به اینکه به هر حال مردم با نوع گزارش و روحیه شما تقریبا یه خیلی آشنا شدن، میدونن که آقای جواد خیابانی خیلی صادقه و اون چیزی که از ذهنش میگذره به زبون میاره و این از زلال بودن و سلامت شما. سلامت. این سوالو دارم که تا حالا شده که یه وقتایی از صداقتتون پشیمون بشین؟ نه. اگر یا ناراحت اولا خیلی بشیم. ممنونم که میگید اینو. من اولش هم گفتم من خودمم. جواد خیابانی. و نه واقعا نه، من فکر نمی‌کنم کسی از یه وقت مثلا آدم به هر حال ببین همیشه دوست آدم... داشتم. شاید بعضی موقع‌ها نتونسته باشم راست گفته باشم، اما همیشه دوست داشتم که راست بگم. دوست داشتم اونسی که واقعا دلم می‌خواد و بگم، نمایش بازی نکنم، فیلم بازی نکنم. مثلا راجب چه می‌دونم علی دایی، راجب خداد عزیزی، راجب حسین رضازاده، راجب بهتاد سلیمی، راجب اصلا خارجی‌ها رو بگم که واکنش هم ایجاد نکنه، راجع به لیونل مسی، حالا قبلترش رونالدو، نه این رونالدو کریستیانو، رونالدو نظریو، بله. رونالدو برزیلیه، بله. خیلی برو قبلترش، مثلا برو چه همین آنتونیو کونته که الان مربی موقعی که بازی میکرد، رونو کونتی، فرانچسکو توتی، هر کدومشون، راجع به هر کدومشون دلم می‌خواست اون چیزی که واقعا فکر میکنم راجع به این آدم‌ها بگم.
درست خارجی بوده. من نمیدونستم واقعا اون چیزی که میگم بهش درسته یا نه. اون موقع هم امکانات اینترنتی یا امکانات اطلاعاتیه که الان داریم نسبت به الان دکمه رو میزنیم. اینو نگاه کن اینجا رو، اینو فکر بکنم این اینجوری بود، اینه اینا بله. کجای دنیا الان اینجا فورا چی میگم بهش آیپد لپتاپ بله. فوری میاد تخت 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 بله. شما هر اطلاعاتی که میخوای بگیر. درست. ولی 20 سال پیش 25 سال پیش که ما گزارش میکردیم این اتفاقات نبود. این اطلاعات نبود. بله. ما مثلا میخواستیم یه مسابقه رو، یادم نمیره بازی دورتموند با یوونتوس فینال جام باشگاه اروپا سال 1997 بود، بازی هم فکر کنم تو استادیوم مونیخ برگزار میشد. این بازی چهارشنبه برگزار شد، ما جمعه قرار بود بازی رو پخش بکنیم. یعنی شما فکر کن 48 ساعت بعد تازه حالا باید بگردیم ببینیم لارش ریکن کیه، بگردیم ببینیم دل پیرو کیه، بگردیم ببینیم گلر یوونتوس کیه. اینا اطلاعاتش خاص بود، یعنی نمیتونستی با اینترنت، اصلا اینترنتی وجود نداشت که شما بخوای اطلاعات بازیکن رو در بیاری. تلفن میکردی مثلا یه نفر پیدا میکردی توی میلان، یه نفر پیدا میکردی دبی، یه نفر پیدا میکردی تو لندن، یه نفر پیدا میکردی شیراز هستن، یه نفر پیدا میکردی توی قره‌آباد، که این عشق فوتباله به قول خود او مثلا دیگه دیوونه فوتباله دیگه. از اون میپرسیدیم آقا بله دل پیرو شما چه اطلاعاتی ازش داری؟ اینه 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 اینه. بوفون چه اطلاعاتی داری؟ اینه اینه اینه. مینوشتیم همه رو. این استنادی که میکنیم میدونستیم که به هر حال اطلاعات حالا حداقل شفاهی درست داره. بسیاری داشت که مطمئن باشی که منبع موثق هست. همون دیگه. اون منبع موثق میتونه خیلی سخت‌تر بکنه کار رو. خبر آره. منبع موثق باشه خبرت موثق دیگه. وگرنه تو یا حسن طرف میگو بله آلساندرو دل پیرو مثلا پدرش اندونزیاییه، مادرش مثلا فیلیپینیه. وقت بیا بگو اینو بعد نباشه آره دیگه مسئولیتش با شما وافش با شماست دیگه، مسئولیت با منه دیگه. اینا خودش میتونست خیلی کمک بکنه تو گزارش. یه چیزی خیلی مصطلحه در بین خیلی از منتقدین که هم تحلیل‌های فوتبالی می‌نویسن هم سینمایی. مثلا نمونش جناب آقای حمیدرضا صدر که از منتقدین خیلی خوب سینماست و در زمینه فوتبال می‌نویسن و خیلی از در واقع دوستان و همکاران منتقدین، اینکه فوتبال رو به سینما تشبیه میکنن و یک سری نقاط اشتراک درش میبینن. من فکر میکنم شما خیلی اهل فیلم و اینا هم باشین، خیلی فیلم باز باشین. سه تا فه دارم تو زندگیم، فیلم، فوتبال، فلسفه. به به چه جالب. با این سه تا زندگی میکنم. چقدر جالب. دوست دارم یه ذره از بچه مشترکات سینما و فوتبال به حال از زبان شما بشنویم. ببین درسته، منم موافقم باد که خب دکتر صدر خیلی خوبه، داریم امیر پوریا رو داریم، خیلی افراد خاصی داریم که هنر که آمدن و وارد ورزش شدن یا کسانی داشتیم که از ورزش هم رفتن وارد جامعه هنر شدن. تو دنیا هم داشتیم خیلی اتفاقاتی زدیم، مثلا مکیستیل و سرستالونه مثلا رفته خب فیلم فوتبال بازی کرده، پله رفته فیلم بازی کرده، خیلی چیزای خاصی بله. یا خود رابرت دنیرو مثلا اون نقش فیلم گاوه خشبینش که نقش راکی بل نقش اون بوکسور نه اسم بوکسور یادم نمیاد، گاوه خشبین اسم اون بوکسور یادم نمیاد بله. نمیدونم کی بود ولی به هر حال رابرت دنیرو نقش اون بوکسور حرفه‌ای اون دوره 1930-1940 امریکا رو بازی میکنه دیگه، اون خیلی خاص بود. یا مثلا نلسون ماندلا مثلا میره توی اون فیلم معروف راگبی بازی میکنه و خیلی اتفاقات خاصی که وجود داره. اما من میخوام اینو بگم، فوتبال بیش از آن که به سینما شبیه باشه به یه ارکستر موسیقی شبیه. میدونید توی فوتبال، حالا اول ارکستر، توی یه ارکستر سمفونیک، توی یه جایی که حالا اگه سنتی باشه سنتور هست، تار هست، ضرب هست، دف هست، عود هست، هرچی، اگه نه سازهای دیگه باشه مثلا ویولون هست، چون سازهای مختلفی که میشناسیم دیگه، نمیتونی ساز خودتو بزنی، تو حتما باید بر مبنای نوت بزنی. اگر نوتت، اگر خود سازت هم تازه کوک نباشه به نوت هم بزنی بازم خارج میزنی، بازم فالش میزنی، بازم خراب میکنی کارو. پس به چی باید اعتماد بکنی؟ به اون رهبر ارکستره، به همون مربیه، به همون کارگردانه. شما وقتی که بازیگری حرف الیا کازان رو گوش نکن، حرف مارتین اسکورسیزی رو گوش نکن، حرف رومن پولانسکی رو گوش نکن، حرف ابراهیم حاتمی‌کیا رو گوش نکن، حرف مسعود کیمیایی رو گوش نکن، دیگه فیلم در نمیاد که. وقتی تو فوتبالیستی حرف فراد مجیدی رو گوش نکن، حرف یحیی گل محمدی رو گوش نکن، باید حرف مربی تو گوش کنی که بدونی که مربیت چه برنامه‌ای چیده. چرا؟ چون به خصوص در طی 20 سال اخیر، شاید حتی بیشتر بگم در طی 40 سال اخیر،
ببین شما مثلا نمیتونی بگی که 50 سال پیش یه مربی خوب پیدا کنید تو ایران، مثلا خیلی تیما مربی نداشتن، مدیر باشگاه عملا مربی تیمم بود. تیم‌های فوتبال حتی خارج از کشور هم تقریبا اینطوری بوده، نمیگم همه، مثلا دهه 40 شمسی میشه 60 میلادی یه نفر میشه هلینو هررا، یه نفر میشه استفان کوآکس، یه نفر میشه رناس میشل، مربیایی که دیگه به قول خود آوانگاردن، مؤلفن، اینا خودشون بر خودشون فکر جدیدی دارن، یه چیز دیگه‌ای دارن تو فوتبال، ولی الان همه اینجوریه. الان تو هر تیمی مربی، اصلا مربی نباشه تیم وا میمونه. مربی که الان فوتبال اداره میکنه، قبلا ستاره ها اداره میکردن، قبل از ستاره ها مثلا بازیکن های زورگو اداره میکردن یا دیکتاتورها فوتبال اداره میکردن. یه دور افتاد دست ستاره ها، الان ستاره ها مگر مربی نشسته باشن کاری ازشون بر نمیاد. نمونهش هم لیونل مسیه. وقتی تیم ملی فوتبال آرژانتین مربی خوب نداره، میبینه آرژانتین تیم خوبی نیست. وقتی کریستیانو رونالدو میبینه مربی خوبی نداره، تیمش هم تیم خوبی در نمیاد. تا اینکه بتونه مربی باشه، تا اون که بتونه الیکازان داشته باشی، اسکارسیسی داشته باشی، آتامیکیا داشته باشی، کیمیایی داشته باشی، نرگس آبیار داشته باشی، اون وقته که فیلم خوب در میاد، اون وقته که فوتبال خوب در میاد. بنابراین درسته دکتر سعد هم خیلی به جا میگه فوتبال خودش نوعی از زندگیه. یه اصطلاحی هست در سینما که میگن یه سری فیلم ها فیلم فارسی بودن، معادل فیلم فارسی در فوتبال چی میشه؟ ببین فیلم فارسی یعنی چی؟ فیلم فارسی یعنی اصلا فیلمی که ارزش هنری نداره دیگه، درسته؟ ببینید به هر حال الان خاطرم نیست، نمیخوام اسم اشتباهی گفته باشم، یکی از منتقدین قدیمی این لقب رو به فیلم های قدیمی در واقع پیش از انقلاب داد. اول اینکه اصلا شما اون سینما رو دیدین؟ زیاد آره زیاد میدیدم. آره. فیلم مورد علاقه از اون دوره یادتون میاد؟ از فیلم فارسی نمیتونم بگم، آره از سینمای ایران قبل از انقلاب من عاشق سوت دلانم. من شاید دو ماه یه بار این فیلمو نگاه میکنم. جدا واقعا مثلا فیلم ستارخان علی آتمی رو بارها نگاه میکنم. میگم اصطلاحش نمیگم فیلم فارسی، میگم سینمای ایران. آفه. مثلا فیلمای آقای کیمیایی رو عمرو نگاه کردم تقریبا، حتی فیلمای مستند، مثلا فیلم کاروان شیردل رو میدیدم، فیلمای خسرو سینایی رو میبینم. فیلمای نه فقط سینمای مثلا فیلمای سینمایی، فیلمای مستند دوران قبل رو هم دوست دارم و نگاه میکنم. اما اگه بخوایم مثلا بریم سراغ فیلم فارسی، خب میشه فیلم فارسی مثلا همون آبگوشت و دیزی و گوشکوب و چندونم یه رقص و یه آواز و اینجور چیزا رو اگه بخوام بگیم، بازم میگم اونم بازم ارزش داره. آفرین. به هر حال کاریه که انجام داده دیگه، اون کارگردان زحمت کشیده، تلاش کرده، رفته چند تا بازیکن آورده، بازیگر آورده، همش میریم سراغ فوتبال. رفته چند تا بازیگر آورده. مثلا میگم که آقا هیچ کتابی نیست در دنیا که بد باشه. اصلا چیزی به نام بد به نظر من وجود نداره. هر چیزی در جای خودش ارزش خودش رو داره. آقا این کتاب به درد نمیخوره نخونه. آقا چرا؟ مگه کتابی که با مجوز حالا اینجا وزارت ارشاد یا اونجا با مجوز مثلا فکر، عقل، دانش، اندیشه منتشر شده میتونه چیز بدی باشه؟ اینکه تو دوست نداری جداست. درست. اینکه تو مثلا صدای محمد رضا شجریان رو دوست نداری، البته فکر نمیکنم کسی باشه که دوست نداشته باشه. بله. این جداست، سلیقه است دیگه. بله. تو صدای شهرام ناظری رو دوست داری. من صدای محمد رضا شجریان رو دوست دارم، شما مثلا صدای همایون شجریان رو دوست داری. بله. درسته، اینا سلیقه است. بله. حالا شما هنرمندهای مورد علاقه سینمای قبل از انقلابتون کی هست؟ بهروز وثوقی رو دوست دارم، واقعا فیلماشو خیلی دوست داشتم، مخصوصا بازم سوت دلانشو خیلی دوست داشتم و خود فردین رو خیلی دوست داشتم. واقعا من چیه سلطان غرب رو دوست داشتم. شاید الان خنده دار باشه، مثلا من معمار آمریکایی رو خیلی دوست داشتم. بله، چرا خنده دار باشه؟ من فیلم معمار آمریکایی، آره مخصوصا آخه میدونی معمار آمریکایی یه قصه هم داره که معروف به فوتباله. آره یه بخشش تمومه در واقع اون قالپاقایی که اول فیلمو به روز داره چیز میکنه. بازیگر میدونین کدوم بازیه؟ اون بازی شش تاست. اون بازی شش تاست، خود اون روز شش تاست. آها، یعنی اون بازی که ما تو معمل آمریکایی داریم میبینیم مال 6 تا است. اون روز 6 تا است، منتها گفته میشه که پارکینگ خاچیکیان، اون پارکینگ همون روزه. اون پارکینگ همون روز 6 تا است. دوربینم میره تو استادیوم، فیلمم میگیره. اما موقعی که میخوان تو مونتاژ استفاده کنن، فیلم کیفیت نداره. خب استفاده نمیکنن. فیلمای دیگه ای از گل‌های دیگه میذارن تو فیلم معمل آمریکایی. وگرنه من خودم چون دنبال فیلم‌های اون بازی می‌گشتم خیلی رفتم دنبالش. واقعاً هیچ فیلمی از 652 نیست.
هیچی نیست. یعنی چون یه نفر از لندن به من زنگ زده که یه فیلمی از اون موقع ساواک داریم که ساواک گرفته تو استادیوم اشیشتا. گفتم ببین، میگی داری دیگه؟ میگی یه ساعت فیلم داری؟ دو ثانیهشو برای من روی تلگرام بفرست، من ببینم داری نداری. دو ثانیهشو، چون به هر حال تیم اتاج تیم شاهنشاهی بوده، اینکه حالا نماد قدرت بوده اگر اون بازی رو، چون نه اینجا بذار ببین، اینجا من چون دارم بازم اینو بگم، تیم اتاج تیم شاهنشاهی نیست، مالک تیم اتاج پرویز خسروانی است، درسته؟ پرویز خسروانی آجودان محمد رضا پهلویه. اما اینکه تیم اتاج مثلا الان چجور میگن پرسپولیس حکومتیه، نیست واقعا، تاج حکومتیه، نیست واقعا. ببین حسن بازیکن تاج کیه؟ ناصر حجازیه، مسعود رشیدیه، تازه قبلترش اگه بخوایم فکر کنیم ایرج بابا ایرج، علی دانایی فر، بوک جدیکار، عارف قلی زاده است، بعد از اینا دیگه نسل بعدی که میاد رضا عادل‌خانیه، حسن روشن، حسن نگارش، حسن نظریه، مصطفی مسلمی، جهانگیر کوثریه، ناصر حجازیه، حجت خاکسار تهرانیه، هادی نراقیه، سعید مراغچیان، کارو حق وردیان، جواد غرابه، کجاشون حکومت اینا؟ چه زندگی داشته؟ مگه از به هر حال اون شرایط تأسیس، چون تیم مالک باشگاه تاج وابسته به حکومته، تصور اینه که تاج حکومتیه. مثلا الان میگن آقا پرسپولیس چون این اتفاق براش افتاده پس پرسپولیس، نه به خدا اینطوری نیست. نه میدونم، ولی هر دو تا این تیم‌ها تیم‌های مردمن. هر دو تا این تیم‌ها بازیکن‌های مردمی دارن. هر دو تا بازیکنایی هم دارن که به خدا از فوتبال هم خیلی‌هاشون، به خصوص قدیمی‌هاشون، به هیچ چیز نرسیدن تفلی‌ها. بله، که واقعا در حقش کاشکی من دیگه الان اسمشون نگم، چون می‌خوام حرمتشون حفظ بشه. وگرنه من الان بازیکنایی می‌شناسم از دو تا تیم که دارن در کنار مثلا جنوب شهر دارن تو چادر زندگی می‌کنن. الان بازیکنی از نسل دهه 50 من میدونم داره تو چادر زندگی میدونی اینجاست که انگیزه. خب پس اما اجازه بدید که من اسمش بعداً برنامه تموم شد بهتون میگم، ولی الان نگم که حرمت صد درصد چون خدای نکرده خودش دوست نداره، که میدونم که خودش دوست نداره، ولی با پولای نجومی که الان تو فوتبال هست و فوتبالیستا دارن میگیرن، اون زمان واقعا فوتبالیستا میدونی شاید اصلا حقم داشته باشه. فوتبالیست الانی بقید من شاید حق، چون میبینه گذشته رو، میگه اینو نگاه کن، این الان جدا چادر زندگی میکنه. بچه‌ها نجومین دو سالیه که از به قول معروف آب از آسیا بیفته، شما دیگه از این حرمت بیفتین، شما هم باید برین چادر زندگی کنین و الان تا میتونی بکن و ببر. چیزی که حالا خیلی دوست دارم در موردش حرف بزنیم، از وقتی که فضای مجازی اومده نوع کرکری در بین هوادارا تغییر کرده. من یادم بچه بودیم میرفتیم استادیوم، نصف دوستان طرفدار این و نصف طرفدار اون، مثلا دربی، از استادیوم میادیم بیرون میگفتیم میخندیم، حالا هر کی برده بود، هر کی فلان، شوخیامون سر جاش، کرکرمون سر جاش. ولی الان خیلی شرایط بی‌رحمانه شده، یعنی من میبینم تو فضای مجازی تعصب رو میدونم، همه جای دنیا هم هستش این ماجرای تعصب، ولی اینکه تبدیل به خشونت میشه، یه جایی تبدیل به بی‌احترامی و اهانت میشه، اینکه بعد یه جایی واقعا زد و خورد میشه، اصلا خیلی چیزه. بعد یه بازیکن، مثال دارم میزنم، هم توی پرسپولیس هم توی استقلال یک فصل خوب گل زده، فصل بعدش 5 بازی اول نتونسته گل بزنه، همون تماشاگرای همون تیم باش خیلی بیرحمانه رفتار میکنن، اعتماد به نفس اون بازیکن، شرایط زندگیش، خانوادهش اینقدر در نظر گرفته نمیشه. چی میشه که این اتفاقا میفته؟ اولا من اینو عرض کنم که تو همه جای دنیا اینطوری، فقط خاص ایران نیست. اینا همین الان طرفدارای منچستر یونایتد میریزن خونه وودوارد و گلیزر رو آتیش میزنن. یعنی قبل از اومدن فضای مجازی هم اینجوری بود؟ آره، چون میدونی اون موقع هم بود، یعنی واقعا من دو گذشته های خیلی خیلی دور، دو بازیکن علی جباری و همایون بهزادی، دو سلطان دو تیم تاج و پرسپولیس، همیشه مورد خشم تماشاچی قرار می‌گرفتن. همیشه این دوتا، حالا الان نمیدونم، نداریم واقعا بازیکنی مثل این دوتا که بزرگ تیم بوده باشن. همایون بهزادی بزرگ پرسپولیس یا شاهینه، علی جباری بزرگ تیم تاجه. همیشه پرسپولیسی علیه جباری، همیشه تاجی علیه بهزادی. یه هفته بعد همیشه آشتی کنون دعوا میشد، یه هفته بعد آشتی کنون گلو بالاخره ماچو روبوسی و ریش سفیدی دیگه. این اتفاق همیشه بوده، اینجوری نیست که شما فکر کنید حالا مثلا تو الان حتی خارج از کشور ببین، حتی همین الان عرض کردم، همین دو هفته پیش بود که طرف همین الان که الان شاید الان که ما نشستیم مثلا منچستر یونایتد با
برای مثال برنلی بازی داره تو اولترافورد، الان تماشاگرای من یونایتد تو اولترافورد نشستن دارن به مدیر باشگاهشون فحش میدن همین الان، و رو سایتاشون هم دارن بعد می‌نویسن. اصلا جدی بگیریم، اما اجازه بدیم که اون تماشاگر توی استادیوم نفس هم بکشه. ببین تماشاگر چی میاد توی استادیوم تحت یه فشار شدید روانی قرار میگیره، خسته، ناجور، با ماشین بد، شکل بلیت فروشی خیلی بد، یه روز قبلش باید جلو در استادیوم بخوابه. تازه تماشاگری که توی اولترافورد الان رفته توی استادیوم داره به گلیزر، به مارکورم یا به وودوارد بعد بیرا میگه، یه روز قبلش رسیده توی استادیوم، سوار مترو شده، توی مترو اینجا چی داریم اینها؟ از اینها چی میگم بهش؟ از اینا هم خورده. خب باشه، اومده اونجا نشسته تو استادیوم راحت یه رو قبل از بازی ها، تازه با آرامش خاطری که داره و اومده و رسیده به استادیوم، اونی که میبینی که اگه قانون نباشه، دوربین چهره زن نباشه، بلیت به شماره صندلی نباشه، قوقای استادیوم اولترافورد 100 برابر بیشتر از استادیوم آزادیه. قانونی که جلوشونو گرفته، دوربینی که جلوشونو گرفته، وگرنه اونا همونایی هن که تو ورزشگاه هیسل یاد میاد دیگه. سال 1985 بازی لیورپول با یوونتوس چه اتفاقاتی افتاد. این اگر اون فشاری که به این تماشاگر قانون میاره، دوربین میاره، پلیس میاره، امنیت میاره، شناسایی بازیکن میاره نمیومد، فکر نکن که الان واقعا تو استادیومای بارسلون یا رئال یا تمام ورزشگاه انگلیس آرامش حاکم بود. نه نبود واقعا. قانون باعث میشه که اون اتفاق اونجا بیفته. چی باعث میشه که تو استادیوم ما اونجوری آرامش حاکم نشه؟ یه جورایی میتونم بگم بیقانونی. تازه بیقانونی از کجا نشأت میگیره؟ بیقانونی از این نشأت میگیره، تماشاگر با عدم آرامش به استادیوم میره، 10 ساعت باید پشت در استادیوم بمونه، با مشکلات مالی فراوان خودشو به استادیوم میرسونه، پول بلیط نداره، بعضن مجبور از دیوار یا از لای سیم اینور اونور خودش رو برسونه به استادیوم، وارد استادیوم میشه، دستشویی مرتب نداره، نظام بهداشتی مرتب نداره، غذای خوب تو استادیوم نداره، رفتار نیرو با تماشاگر رفتار خوبی نیست، سکوها خراب، همه چی ناجور، صندلی نامشخص، بلیط داره ولی صندلیش نمیدونه کدومه، تازه اگر شماره هم شده باشه چه تضمینی داره که بره سر شماره خودش بشینه؟ بنابراین مجبور 10 ساعت قبل خودشو به استادیوم برسونه. فشار روانی. بله. این فشار روانی باعث میشه کجا از به قول معروف اون سوپاپاس دیگه درشو بستی. بله. فشار داره میزنه، یه جا برخواد بزنه بیرون. بله. دیگه کافی فقط داوره یه جا اشتباه کنه، کافی گزارشگر یه جا اشتباه کنه، کافی فوتبالیست پنالتی رو خراب کنه، کافی مثلا یکی بیاد اینجوری چنگ هیولایی بکشه، اون وقت دیگه اونجاست که باستابش نشون داده میشه. چیزی هم که نیست پشت سرش، کنترلش هم که نمیشه کرد، هیچ چیزی هم که به عنوان کنترل روی اون نداریم. مثلا یکی از مسائل مهم توی جامعه کنترل اون جامعه است دیگه. کنترلی تو استادیوم وجود نداره که. ببین دوربین های امنیتی باید در استادیوم آزادی، نه فقط در استادیوم آزادی، در امجادیه، در رشت، در شیراز، در مشهد، در اصفهان، در تبریز باشه. خب نیست. تماشاگر هم میدونه نیست، میدونه که کنترل نمیشه، بنا هر کی دلش بخواد میکنه. چیزی هم درونش وجود نداره که دلش بخواد که آروم باشه، چون درونش تشویشه، درونش هیجان که نه، درونش اصلا واقعا یه جورایی میتونم بگم که اصلا موج میزنه نارضایتی. بله. نارضایتی که از خونش شروع شده، از محل شروعش تو استادیوم به اوجش رسیده. مقایسه کن. بله. با شرایط نیوکمپ رفتی استادیوم های خارج رو. بله. مقایسه کن با سانتیاگو برنابو، مقایسه کن با آنفیلد، مقایسه کن با اولترافورد، مقایسه کن با گودیسون پارک، مقایسه کن با همه استادیوم دنیا. یه رو قبلش تماشاگر بلیط دستشه، میدونه که این بلیط صندلیش الان خالیه، میره تو استادیوم 50,000 نفر نشستن، 49,999 تا صندلی پره، یه صندلی خالیه، اون صندلی خالیه همین شماره اینه، میره میشون صندلیش، یه نظمی داره، نظم داره. بله. با آرامش هم میشینه. تازه اینم بگم، اون با اون آرامش میره، اون اتفاقاتی که اونجا میفته میفته تازه. یعنی بازم باید بگم درود به شرف تماشاگر. کلن شما جالبه، در تحت هر شرایطی طرفدار تماشاگر ایرانی و مردم هستین،
خیلی جاها باهاتون شوخی کردم، خودتون میدونیم جوکای بامزه خیلی براتون ساختن. دو تا نقطه مقابل داریم. چهره جناب آقای جواد خیابانی برای مردم اشک و لبخند، چیزی که در نمایش، در تئاتر، در سینما میبینیم و شما این رو دارید. شما هم خنده هاتون، هم گزارش های هیجانی که لبخند رو به روی لب مردم آورده خاطر انگیز شده، هم عشق هایی که ریختید جلوی دوربین صادقانه و اینقدر زلال با صداقت تمام بدون هیچ خودسانسوری برای این مردم عشق ریختید و خیلی جا هم از سر دلسوزی خیلی عزیزه رو داشتیم. همه این... شد تعریف از من؟ نه نه واقعیتش همینه عزیزه. من اینو در واقع همینجا میگم، اصلا خارج از اینا بس... خوردنیه بچه ها؟ بله آره؟ بله بفهم روش اینجا ببخش من تعارف میکنم عزیزم. بله سلام. هستش بله من اینجاست. بله خدمتتون عرض کنم که بفهم نوش عزیزم. اینو خارج از همه بحث ها و گپمون دارم میگم، دارم یه پرانتز باز میکنم. من شما یکی از شریفترین آدم هایی هستین که در تلویزیون دارین کار میکنین برای مردم. من یک خاطری از شما به خاطر دارم و بسیار خودم هر وقت یادش میفتم خیلی یعنی منقلب میشم. و اون روز بازی، فکر میکنم بازی پرسپولیس بود که مادرم میخواه بگی پرسپولیس با نفت، پرسپولیس با نفت بود 13 دی 92. خب این بسیار چیز عجیبیه. خب خیلی اتفاقا میفته در تئاتر، مثلا بازیگر باید بره روی صحنه، اون شب اون اتفاق افته نمیشه کار رو تعطیل کرد. خب این از شرافت کاری شما میاد، روح مادرتون شاد باشه. آخه ببین کارش نمیشد کرد، جمعه بود، یه گروه بعدا انتقاد کردن که خیابانی بیکار بود، میرفت مثلا پیش مادرش، پیکر مادرش میگرد دفع میکرد. خب جمعه است، ساعت 6 بعد از ظهر، هیچ جا اصلا نمی کنن این کار رو. اصلا ما تو قاعده دینی خودمون هم این کار رو نمی کنیم، صبر می کنیم، فردا صبحش این کار رو می کنیم. این اگه روزش بود شاید نمی رفتم، ولی به هر حال بابت قولی که اصولا میدی این بابت توی راه هم که داشتم میرفتم خب به من خبر دادم. درست دیگه کاری هم توستم بکنم، ولی اینکه ادامه دارم بس فکر کنم اصلا من نرم استادیوم، خب باید چه اتفاقی می افتاد؟ کیو باید می بردن اصلا؟ خب نه، این که شما یک عزت نفسی دارین که در گزارشتون، در حین گزارشتون 90 دقیقه یک ورزش فوتبال با اون هیجان و بالا پایینش که خودتون استادی بهتر میدونید باید گزارش کنین، و در این حال این غم بزرگ که آدم دیگه بالاتر از این که عزیزش رو از دست بده چیز دیگه ای نیست، این رو دارین پنهان میکنین یه جای شب. من صبحش بیمارستان کرج بودم. بله مادر صبحش زنده بود دیگه. بله مادر خود شاهدی دیگه، چون من میگم که مادرها نمیمیرن، مادرها همیشه زنده هن. ای جان الان داره میشنه به خودش. بله. به من گفتش که جواد میگی تلویزیون رو بیارن تو چیز بود، مادرم توی آی سی یو بود، تلویزیون رو بیارن میخوام فوتبالتو ببینم. گفتم که خب مادر میگم بیارن باشه. اونا گفتن نمیشه. خدا خب به هر حال نمیشد واقعا. بله میگه آی سی یو بود. گفتم مامان ولش کن، من برنامه رو ضبط میکنم، فردا که اوردم بردمت بیمارستان تهران خوب شدی رفتیم خونه میذارم خود ببین بازی رو. نه الان میخوام ببینم، این آخرین گزارشه تو میخوام ببینم. یعنی اینو به شما گفت؟ آره خودش به من میدونست دیگه. بالاخره من میگم که بله. میدونن دیگه بله. خودش اینا آره میدونن. بعدا من با یه تشویش دلی اومدم، ناراحت بودم برای بله. مادرم تو بیمارستان. آره دیگه اومدم خونه. نمیدونم اصلا واقعا چقدر طول کشید، ولی یادمه که فقط به من گفتن چون بین دو نیمه قرعه کشی داریم، یه قرعه کشی بود بین دو نیمه، جواد لطفاً کت و شلوار بپوش. من معمولا وقتی میام استادیوم چون اونجا اجرا نداریم لباس راحت میپوشم. دیگه اومدم خونه کت و شلوارم پوشیدم و سیاه هم پوشیدم. حالا تصویرش موجوده دیگه. یعنی خیلی ناخواسته. آره اصلا یه دفعه دلم خواست سیاه بپوشم. یعنی اصلا نه به خاطر اینکه عزادار بودم. بله. مشکی پوشیدم. پوشیدم و رفتم دیگه. تو راه که شد اون اتفاق افتاد، رسیدم استادیوم گزارش کردم، تهیه کننده گفتش که جواد مادر چطوره؟ گفتم مهدی اینجوریه. آقای هاشمی بود تهیه کننده، مادر فوت شده. جواد به من اینجوری گفت، جواد دیوونه ای پشت برو. گفتم نه من مهدی گزارش دارم، میخواد اصلا اینجوری آروم تر میشم، میخوام گزارش کنم. و دیگه گزارش گفت مطمئنی که خوبی؟ گفتم آره خوبم. من گزارش کردم. واقعا اگه استادیوم تابلو نمی نوشت کسی متوجه نمی شد.
تابلو دقیقه 63 نوشت که اونم به خاطر این بود که بعضی از تو همون مراسم قرعه کشی وسط بازی دو سه تا از تماشاگرایی که از کرج اومده بودن فهمیده بودن قصه چیه. حالا تو بیمارستان خبر شده بودن چه جوری شد، داد زدن خیابانی تسلیت، خیابانی تسلیت. سر اون دیگه سر صدا شد چی شده چی شده دیگه، آخرش هم که اونجا نوشتن و بله خدا همه مادرها رو نگه داره. بله به هر حال مسیرشون نورانی باشه و روحشون شاد عزیزم. خب جناب آقای خیابانی، شما وقتی دارین ال کلاسیکو رو نگاه می‌کنین طرفدار کدوم تیم؟ یه روز سالای بارسلون، یه سالای رئال. مثلا وقتی که زمارانا تو رئال بود خیلی رئال رو دوست داشتم، همین الانم هم رئال رو با سرخیو راموس خیلی دوست دارم. و وقتی که مثلا مارادونا یا گری نکر یا مسی تو بارسلون باشن، بارسلون رو بیشتر دوست دارم. یعنی شما بر اساس بازیکن بازیکن بیشتر دوست دارم تا تیم رو. اگه بخوایم تیم فکر کنیم، ببین من واقعا اینو الان شاید بازم جالب باشه و خنده‌دار باشه، اولین تیمی که دنیا دوست دارم تیم به نام سنت اتیان تو فرانسه. نمیدونم چرا اصلا این تیم دوستش دارم من. جدا چه تیمی دارم؟ و جالب اینه که بازی ایران یوگسلاوی که من گزارش کردم توی جام جهانی 98 فرانسه هم تو استادیوم سنت اتیان بود، استادیوم ژوفا گیشارد. شاید به خاطر پلاتینیه، چون اون سالها یادم میاد یه سال اینا رسیدن تو فینال باش گروه ها با بایر مونیخ بازی کردن، پلاتینی اون موقع تو این تیم بازی میکرد، جامبیون و چه میدونم خیلی بازی کرد. یوونتوس هم بود پلاتینی؟ بله بعد از سنت اتیان رفت یوونتوس، بعدش دیگه رفت، اون موقع جوون بود. مثلا اینی که میگم مال قبل از انقلابه، مال سالهای 75 74 درسته اون سالا بود. شاید رنگ لباسش بود، چون سبز خیلی خوشگلی میپوشه، من رنگ سبزم خیلی دوست دارم. درسته. و تیم بعدی مثلا بوکا جونیورز آرژانتین خیلی دوست دارم. مثلا بوکا رو یه مکتب با مونرا معروفه دیگه، یه مکتبی میدونم توی فوتبال. و آرسنال رو دوستش دارم. پس شما بر اساس دورتموند رو بعضا خیلی دوست داشتم، دورتموند آلمانو. یعنی تو این هم خیلی دوست دارم بدونم کلا لیگ محبوب شما کدومه؟ بازم فرقی نمیکنه، بازم تیم به تیم، بازیکن به بازیکنه، ولی خب انگلیس رو بیشتر دوست دارم. انگلیس رو بیشتر دوست دارم. بعد طرفدار کدوم تیمی در حال حاضر تو انگلیس؟ ناتینگهام فارست. الان با این لیگ تو انگلیس، الان با این لیگی که داره، تیمی که من دوستش دارم نیست تو لیگ، چون ناتینگهام فارست تیمی که من دوستش دارم. شاید به خاطر برایان کلافه، شاید به خاطر پسرشه، شاید به خاطر خیلی از بازیکن‌های قدیمی. ناتینگهام فارست تو زمانی که من خیلی فوتبالو مثل یه جوونی که الان مثلا 14 15 سالم بود، ناتینگهام فارست دو سال پشت سرم قهرمان اروپا شد. شاید این تو ذهنم مونده که ناتینگهام فارست رو بیشتر دوست داشته باشم، ولی خب شد تو دوده مثلا 20 سال پیش با بودن آرسن ونگر آرسنال خیلی دوست داشتم. و آرسنال رو واقعا تیری هانری، بیان رایت، دنیس برکام، مارتین کیون، چه میدونم خیلی بازیکن‌های خاصی، به خصوص دیوید سیمند گره خیلی خوب بود، اون موقع آرسنال رو خیلی دوست داشتم. الان واقعا تو انگلیس منچستر سیتی. بعد شده بود مثلا چون این تیم رو شما دوست داریم و اون بازی گزارشش به شما خورده، خیلی بیشتر در واقع تو گزارش به قول خودمون حال داده باشین، حالا چه به بازیکناش چه به مربی، ناخواسته تاثیر گذاشته؟ آره چرا نه، آره واقعا چرا نه، ناخواسته که نه، اصلا خواسته تاثیر میذاره. آفرین این صداقت. خواسته تاثیر بالاخره تو وقتی جوزپ گواردیولا رو دوست داری، داری بازی منچستر سیتی رو گزارش می‌کنی، باید هم رو بالاخره اثر بذاره دیگه. درسته. وقتی من مورینیو رو واقعا دوستش دارم، اصلا کاراکتر مورینیو، شخصیت مورینیو دوست داری؟ بله واقعا دوستش دارم. تو تیم ملی یا بعد از تیم ملی ایران؟ اول آرژانتین. آرژانتینی هستین شما؟ اول آرژانتین. دوم سوم داره؟ دوم آرژانتین، سوم آرژانتین. اوه پس شما تیفوزی هستی. بعد بازی ایران آرژانتین خب دیگه اون دیگه نمیشه، اون دیگه دل، دیگه دل میتپه برای ایران. درسته. یعنی واقعا یادم نمیره شما دو تا دل نداری؟ ببین اون صحنه ای که یه دل دارم که خیلی بزرگه، توش تو زیاد جا میشه. یه اون صحنه ای که مسی توپ رو گرفت، اصلا باور کنید من این اتفاق برای خود من افتاد. مثلا یادم میاد توی قطر بازی ایران کره جنوبی رو داشتم گزارش میکردم سال 2011، توپ افتاد دست نمیدونم بیترام، یه همچین بازیکنی بود، بازیکن کره، حس کردم که توپ داره گل میشه. دقیقه تقریبا وقت اضافه بازی هم بود، ایران کره جنوبی یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا 2011 توی قطر. تیم اگه میبرد میرفتیم به نهایی جام ملت‌ها دیگه. من اینجوری گزارش کردم، بستم چشمو و میدونستم که توپ گل میشه. سکوت استادیوم، چون تماشاگر اکثر ایرانی بود، فهمیدم که توپ گل شده و گل، تیم ایران گل میخوره. چشمو باز کردم دیگه بازی رو گزارش کردم. خب همین اتفاق تو بازی ایران آرژانتین افتاد. مسی که توپو گرفت، چون اصلا یکی از شگرداش اونجوری گل زدنه. شما الان نگاه بکنید تقریبا میتونم بگم گلی که به
حقیقی زد، به تیم ایران زد، شاید 30 بار به 30 تا گل دیگه هم زده عین همون گل، درست با همون حرکت توپ میگیره میاره گوشه میزنه اون چپ، درست و اونجوری گل زده و احساس کردم که تو گل میشه. اینجوری نگاه کردم. خب به هر حال آرژانتین تیم محبوب شماست، یکیش ما رو برد، درسته که ناراحت شدیم از اون باخت، ولی شما خیلی ناراحت نشدید. تیمی که تیم ما که اوت شد رفت، دیگه خیالم راحت شد. دیگه آرژانتین با خیال راحت داشت. دیگه ما که راحت آرژانتین دنبال کردیم دیگه. بسیارم عالی. یک فوتبالیست اگه بخوایم بگیم که مردی برای تمام فصول‌های تاریخ فوتبال جهان بوده، کیو میگی؟ دیگو آرماندو مارادونا. پس شما قطعا توی تقابل مسی و مارادونا مارادونایی هستی. وصیت‌نامه من فیلم منه با مارادونا. یعنی چی؟ ما رفتم دبی با مارادونا مصاحبه کردم. شما؟ تا حالا فیلمش هیچ جا پخش نشده. من این فیلمو ساختم. بحب. فیلم مستند زندگی دیگو مارادونا است. چقدر جالب که این برای اولین بار خودم باهاش گفتگو میکنم و این فیلم موقعی پخش میشه که من مرده باشم. دور از جونتون. عزیزم. اگه میخوای فیلمو ببینی زود دعا کن که من ببینم. نه آقا دور از جون. ما دوست نداریم هیچ وقت مستند رو ببینیم. و امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفته و نه آقا چه اتفاقی بیفته؟ چرا ما رو میخواین ناراحت کنید؟ مثلا یه جوری مثلا وصیت‌نامه تصویریه. میدونم ما اینجوری ساختم. امیدوارم خیلی زود هر وقت که صلاح بدونین هیچ موقع پخش نمیشه. نمیشه؟ تا موقعی که زنده هم پخش نمیشه. خیلی کارو سخت میکنیم. موقع میکنیم ما هم نباشیم. بذار ما ببینیم لاحقا. شما که سالای سال میبینیم. زنده باشیم بزرگواری. خیلی خب شما هم مثل خیلی از ماها که قهرمانامونو به هر صورت توی فیلم ها بر اساس شخصیت هایی که دوست داریم فیلم هم میشه فیلم محبوبمون، از سینمای خودمون شروع کنیم اگه موافق باشین زنه گفتیم. بله. سینمایی بزنیم چون از قیصر و ممل آمریکایی و سوت دلان که گفتیم. بله بله. حالا بیه بقیه رو بگیم. هنرپیشه آقا هم که گفتین که در واقع مردم آقای بهروز وثوقی فردین. من هنرپیشه خانم پوری بنایی رو دوست داشتم. بله. دارم. خیلی به نظر من یکی از واقعا پاکترین و نجیبترین زنان سینما ایران بود و هست. بله بله خدا حفظتون کنه. واقعا هم همینطوره. بسیار زن خیری هستن ایشون. سوای برادرم چقدر کارهای خیلی داره میکنه. خیلی واقعا سوای از کارهای آرتیستی و هنری که داره. اصلا من ندیدم واقعا خانم پوری بنایی یه جایی مشغول به زندگی خودش باشه. همش مشغول به زندگی دیگران وقف کرده. یا داره مثلا تو کانون تربیت مثلا بله بچه‌ها رو مثلا آزاد میکنه یا داره کمک جمع میکنه. اصلا مؤسسه خیریه داره توی صاحب قرانی ما هر سال در واقع بی‌نظیره این زن بی‌نظیر. بله. از سینمای حالا بعد انقلاب فیلمای مورد علاقه اول هامون اجاره نشین ها گیلانه کلا فیلم های آقای حاتمی کیا فیلم های آقای کیمیایی فیلم های خانم آبیار فیلم آخر آقای حاتمی کیا رو دیدین؟ بله تو فستیوال دیدم. خروج بله. دوست داشتین؟ خوبه بله. میدونی بقیده من اگه بخوایم خط بکشیم بین سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میتونم بگم که خب سینمای بعد از انقلاب خانوادگیه و همه میتونن نگاه بکنن. نمیگم سینمای قبل از انقلاب و همه نمیتونن نگاه بکنن ها، اما به هر حال سینمای بعد از انقلاب سینمای نجیب تریه، سینمای قابل قبول تریه. حالا درسته که الان تو سالهای اخیر بازم دوباره یه اتفاقاتی داره میفته که یه جورایی حجب یا یه جورایی مثلا بدآموزی شاید توش باشه، اما همونطور که گفتم هر فیلمی ارزش خودشو داره و هر کتابی هم ارزش خودشو داره. خب هامونو گفتین اجاره نشین ها. اون رو واقعا خب خیلی دوست داشتم و شاید مثلا خسرو شکیبایی خدا رحمتش کنه، خود خانم بیتا فرحی، خود عزت انتظامی تو فیلم واقعا بی‌نظیره بازیاشون. خود داستان فیلم جدید آخرین سینما آخرین باری که سینما رفتیم چه فیلمی؟ همین پیروز بود دیگه فستیوال. ولی خب اگه بخوام آخرین فیلمی که دیدین شما. بله بله بله. اگه بخوام واقعا فیلم خوبی که اخیراً دیده باشم میتونم بگم که ماه کامل شد خوب بود. واقعا چون میدونی چون سبک فیلمای خانم آبیار رو دوست دارم. بله. ولی اسم اون فیلمی کردم قسم رو خیلی دوست داشتم. قسم رو دوست داشتم. قسم رو دوست داشتم. تنابنده با بازی مهناز افشار. مهناز افشار واقعا بازیش که شاهکاره خانم. دوست داشتم. واقعا خوبه. بسیار عالی. این لوکیشن هم تقریبا میتونم بگم یه اتوبوس دیگه. ماشینه. بله. یه ماشین اینجا نشستی منم شما فکر کن تو اینجا کارگردان باید میزان سن بکنه، دکوپاژ بکنه، صحنه بده، دیالوگ بده، توی یه اتوبوس خیلی خوبه. بله واقعا جزء کارهای سخته به لحاظ تولیدی و برای بازیگر هم خیلی سخته. حفظ اون راکورد واقعا هم بازی خانم افشار. مثلا تو فیلم های خارجی هم چیزی رو امسال تو فیلم 1917 دیدم. آها. که
دیگه تک پلانه دیگه، تک سکانس دیگه، دوربین روشن، برو 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 برو، خاموش، فیلم تموم میشه. درسته. و این بی‌نظیر از نظر کار یه فیلم، درسته داستان شاید داستان تکراری باشه، رساندن پیغام از یک جبهه به یک جبهه دیگه، ولی خود اون قصه‌ای که در اومد توش، داستان و تکنولوژی ساخت فیلم خیلی خوب. درست. هنرپیشه ای هستش که اینقدر دوستش داشته باشین که اسم چهار تا از فیلماشو بخوایم بگیم؟ یه مدرسه ای داشتم میگفتن اکتورز استودیو، فکر میکنم دیگه تمام شاگردای مدرسه اکتورز استودیو از مارلون براندو، جک نیکلسون، رابرت دنیرو، داستین هافمن، همینا رو دوست دارم. پاچینو، حتی آل پاچینو، واقعا همین آل پاچینو تو این آیریشمن ببین چی کار میکنه. اصلا من میخوندم مصاحبه بازیگراشو، میگفت اصلا وقتی که آل پاچینو میاد توی صحنه انگار که اصلا یه چیز دیگه است، انگار یه کار دیگه، واقعا هم تو فیلم آدم احساس میکنه دیگه. میگه اصلا سکانسی که یا پلانی که آل پاچینو داره توش بازی میکنه تو همین فیلم آیریشمن یا خود رابرت دنیرو، اون یه چیز دیگه در میاد، انگار نه انگار که اینا مثلا 70 سالشونه 80 سالشونه، انگار هنوزم که هنوزه. البته میگن که بعضی از صحناش هم هست که کامپیوتر جوونشون کردن. خب اون که الان دیگه خیلی دیگه. دیگه بله بله. خب اگه بخوایم فکر بکنیم مثلا چه جوری میتونی پیدا بکنی دربار انداز مارلون براندو رو، چه جوری میتونی پیدا بکنی امیل زاپاتای مارلون براندو رو، چه جوری میتونی پیدا بکنی محله چینیای جک نیکلسون رو، چه جوری میتونی پیدا بکنی رابرت دنیرو رو تو پدرخوانده، چه جوری میتونی پیدا بکنی مارلون براندو رو تو پدرخوانده، چه جوری میتونی پیدا بکنی فاطمه معتمدآریا رو تو گیلانه، چه جوری میتونی پیدا بکنی واقعا آره پیش خدا یا فیلم شیار 143 چی بود اون خانم مریلوز، چه جوری میتونی واقعا ببین اصلا بیره شاهکاره، واقعا میگم شاهکاره، نمیگم بیند، میگم اصلا واقعا نیست، مثل اون بازی نیست واقعا. درست. چه جوری تونسته اون نقش رو ایفا بکنه؟ اصلا آدم حس میکنه که واقعا نکنه این پسرش مفقود شده، پسرش واقعا فکر میکنه که نکنه خانم زارعی بوده، چون اون همزاد پنداری که به تماشاگر میده آدم حس میکنه که این حتما این درد کشیده، این حتما این زخم خورده. من. جوری بازی میکنه، جوری زیر پوستی بازی میکنه که من که خوشم. بله بسیار عالی. اگر قرار باشی یک روز فیلم جناب آقای جواد خیابانی رو بسازن، دوست دارین که کدوم یکی از هنرپیشه‌های ما نقش شما رو بازی کنن؟ خودم نقش خودم بازی میکنم. اگر شما در واقع قرار باشه کسی بازی کنه، مثلا به یه سنی برسین، به هر حال از پروسه جوانی تا انشالله پیری به هر حال یه سری رو داریم ما میبینیم، اگر قرار باشه بازی کنین دوست دارین که کی رول شما رو بازی کنه تو سینما ایران؟ سخت شد سوالت، شما همه رو راحت جواب دادین قطعا. آخه نه دارم نگاه میکنم به این که ببینم کی میتونه هنزر قد و هیکل شبیه من باشه، به خصوص وقتی که میخوان فیلم منو بازی کنن باید زمانی بازی کنن که من یه آدم توپل 150 کیلویی هم دیگه، درسته؟ بلد. دارم فکر میکنم به اینکه کیو بذارم، شاید مثلا اون موقع خواننده بود سولی، شاید اون بتونه بازی کنه. آه سولی، آفرین سولی شباهت داره. آره، درست. اون خواننده دیگه که خدا رحمتش کنه فرزین که شبیه من، فرزینم بله، من شبیه اونم بلد. و سخت داره، یه ذره سخت شد الان، ولی چیزو دوست دارم خدایا، خود محسن تنابنده رو واقعا دوست دارم، هم کارگردانیشو هم بازیشو. که جای شما بازی کنه؟ نه نه اصلا میگم یعنی شکل کارشون رو دوست دارم اینا رو. درست. واقعا محسن تو فیلم قسم خیلی خوب بود، این فیلم جدیدش هم که تو فستیوال دیدم اسمش یادم نمیاد ولی اونم خوب چیز سکام هست، سکام هست، سکام هست، اونم که واقعا بیلی خیلی خوب بازی کرد. لقب حماسه ساز به ملبورن رو شما دادین به عمر ضابط زاده؟ بود آخه واقعا لازم نیست این لقبش بدیم واقعا، از اون بازی که شما گزارش کردیم و تو گل بعدن که تور دروازه رو کلاً اون تیم احمد رضا گلرشه، سعدوی راستشه، میرابند شاهرودی چپشه، پیروانی و پاشازاده و استیلی و کریم و مهدوی کیا و دایی و باقری و خداداد و بعد تازه تهامی اومد، منصوریان اومد و خیلی از چیزهای دیگه، تازه نانجو مطلق هم تو اون سال بود ولی تو اون بازی بازی نکرد، چون بازی قبلیش بود، جواز این چند بود ولی تو اون بازی بازی نکرد، یا نیمان اکیسا که گلر زخیرش بود دیگه، کی بود خدایا، استاد اسدی بود، اصلا اون نسل واقعا فوق‌العاده‌ای بود به نظر من و اونها اون نسل همشون حماسه ساز بودن. حماسه هم از ملبورن ساخته نشد، اون حماسه از بازی ایران کره، از قبل از اون بازی ایران عربستان که 3-0 بردیمشون توی دبی، از اونجا شروع شد و میتونم بگم تازه مربی اونها محمد مایلی کوهن هم روی این حماسه سازی نقش داشت. بله، نتایج خیلی خوبی گرفت. به همشون باید گفتش که دست مریضات. بله. بدترین و بهترین گزارش آقای جواد خیابانی؟ بهترین که نداشتم ولی بدترینش
زیاد بود آخه، خیلی زیاده. ولی همین بازی آخری که با عراق باختیم و دوست نداشتم اصلا. باختیم دیگه. بازی با عراق دوست نداشتم. جذاب‌ترین سوتی که تو گزارش دادین که بعدش خودتون هم یادش میفتین، خیلی میخندین، کدوم سوتی بوده؟ نه اون بازی ایران کره بود، یکیشونه که گفتم که الان باران در ورزشگاه وزیدن گرفت دیگه، دو تا داشا اومدم جا به جا شدم، مثلا دی محمدی تعویض شد با خطیبی، گفتم دی محمدی میاد بیرون و برادرش خطیبی میره تو زمین، خیلی دارم. یا اونی که ساعت از 12 گذشته و الان دیگه دیروز نیست، حالا اونا که ساخته شده، اونا واقعا اونا رو من نگفتم، اونا ساخته شده، ولی این دوستا که هست دیگه. یعنی این که خیلی جالبه، گردن میگیرین اونایی که خودتون گفتین رو، یعنی میگین مال من بوده، اونایی که ساخته شده آره، جوک بوده، اونا جوک واقعا. آره بسیارم عالی. خدمتتون عرض کنم که نکته ای اگر هست نازیزم، خیلی ممنون این که اجازه دادید من بیام اینجا با هموطنانم حرف بزنم، باعث افتخار منه. و بازم اینجا میگم ببینید، من شاید یکی از دلایلی که گزارش فوتبال میکنم اینه که مردم خوشحال بشن، نه از گزارش من، از گلی که زده میشه. موقع گل درسته یک گروه ناراحت میشن و یک گروه خوشحال، ولی تو بازی ملی مطمئنن وقتی که گل زده میشه همه خوشحالن دیگه. بله. و موقعی گل زده میشه همه ناراحت، موقعی که گل خورده میشه همه ناراحتن دیگه. درست. من میدونی همیشه میگم که فوتبال یه ملجاییه، یه جاییه، یه واژه‌ایه برای احساس رضایت بیشتر جامعه نسبت به اون چیزی که تو جامعهشون وجود داره. درست. مردم فوتبال رو نگاه میکنن به خاطر اینکه خوشحال بشن دیگه. بله. درسته، همه که فوتبال نگاه نمیکنن که هرس بخورن. بله. اصلا فوتبال یعنی مثلا اون برنامه، یه برنامه از تلویزیون ایتالیا میده به نام کوئل د کالچو، یعنی مثلا چگونه، حالا مثلا دیگه معنیش این نیست، ولی نماد این برنامه اینه که چگونه از فوتبال لذت ببریم. درسته، ما از فوتبال لذت نمیبریم، ما برای فوتبال فقط هرس میخوریم. درسته، دلم میخواد که مردم کشور من که مردم گرفتاری هم هستن، که مردم رنج دیده ای هم هستن، که مردم سختی کشیده ای هم هستن، وقتی که فوتبال رو نگاه میکنن لااقل ببین همون گله، اون پیرمرد پیشونی چروکیده، اون پیرزن دست تاول زده، اون بچه هیچی ندار، اون بچه بیچیز، اون سیل زده، اون زلزله زده، اون فقیر، اون کشاورز بینوا، اون آدم بیکار، اون همه اینا با چی خوشحال میشن؟ فقر بیداد کرده، بیچاره است، بی‌نواست، پول نداره، گرفتاره، وامش برگشته، چکش برگشته، چی خوشحالش میکنه؟ یه گل، یه فوتبال، همون گل است فقط خوشحالش میکنه. امیدوارم از این گل‌ها تو فوتبال زیاد بشه، در کنارش گرفتاری‌ها هم کم بشه، مشکلات اقتصادی هم کم بشه، فشار روانی هم تو جامعه کم بشه و مردم بتونن راحت‌تر زندگی بکنن. فوتبال باعث میشه که مردم کمی از غمشون کم کنن. من همیشه اینو میگم دیگه، وقتی یه نفر فوت میکنه من مجلس ختم رو دوست دارم، نه این به خاطر اینکه دلم میخواد هم بمیرم من برم مجلس ختم، نه مجلس عروسی نمیرم معمولا، ولی مجلس ختم زیاد میرم. میگم اینجاست که نیاز داره که دستتو بدی به طرف، اینجاست که نیاز داره که بهش بگی امیدوارم که غم آخرت باشه. اما میگم که این غم آخر نداره. مگه میشه مادر من مرد؟ مگه میشه بعدن عمم نمیره، خالم نمیره، چه میدونم پسرمم، دخترمم، دخترمون، پسرمون، همه میریم دیگه، من درسته؟ بنابراین غم آخر نداره. اما امیدوارم، من اینجا امیدوارم میگم، نمیگم که غم آخرتون باشه چون غم آخر نداره، امیدوارم غم بعدی که سراغتون میاد خیلی دیر سراغتون بیاد، حالا غم نداشته باشید، انقدر خوشحال باشید، انقدر تیمتون ببره، انقدر تیم ملیتون گل بزنه، انقدر برید جام جهانی که این غم زندگیتون رو از یاد ببرید و خوشحال باشید. بسیارم عالی عزیزم، چه آرزوی زیبا و قشنگی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون بودم. به رسم یاد بود. به به، هدیه هم داریم. لندوی. ما هدیه مون همین نوشابه بود، نوشابه که خوردیم. من ناقابل در اصل. سلامت باشید. به رسم یاد بوده. سلامت باشید. انشالله که هر جا که هستین سالم و سلامت باشیم. ما خیلی خوشحالیم ببینیم شما رو که انقدر با انگیزه هم دارین، باز مدرک جدید هی دست وزنتون هم آوردین پایین، انشالله که به هر حال ما همچنان لذت ببریم از گزارشش. من پیرو این شعرم، زگهواره تا گور دانش بجو.
زنده باشی عزیزم. قربونت شم. خیلی ممنونم. خوشحال شدم. بچا خیلی ممنون. سه تا تصویر بدار خوشگل داریم. یه راننده خیلی باحال داریم. از همتون خیلی ممنونم. سلامت باشید. قربونت شم. زنده باشید. قربونت شم.